نداریم که اینا خب حالا اضافه میشن بهش دیگه، چون اینا رو مدلسازیش یاد گرفتیم، این دستگیره رو مدل سازی میکنیم و خود در رو، چون اینا رو دیگه ما روش مدل سازیش رو یاد گرفتیم دیگه. حالا من این مثالم براتون بزنم با اون فرق نمیکنه، روش همونه، صرفا این سورسش یه عکس دیگه بوده، فرق نمیکنه، ولی دستگیره و خود در رو میخوایم مدل سازی بکنیم تا یه قسمت دیگه ای از پروژه‌ای که داریم رو مدل سازی کرده باشیم، تا پایان این دوره شما اون پروژه‌ای که مد نظر ما هست رو همه رو مدل سازی کرده باشید. خب بریم توی یه فضای جدید، نیو آل رو میزنم و دونت سیو، نمیخوام سیو بشه، صحنه‌مون بمونه. زد رو میزنم، جی رو میزنم. اگر که دیدید که یه سری اتفاقات اینجا افتاده، ببینید الان مثلا ویوپورت این شکلیه، میخواید این دوباره از اول بیاد، ریسیت رو میزنیم همونجور که یاد گرفتیم و ریسیت میشه همه چی. خب من آلت دبلیو رو میزنم، ویوپورت هم ماکسیمایز بشه و از یک باکس خیلی ساده شروع میکنیم به مدل سازی. ابعاد در رو در نظر میگیریم، یکی در خیلی ساده، مثلا 7 سانت در یا 10 سانت در 90 و قد 2.20 به این شکل. 10 سانت آزم میکنیم 8 سانت به این شکل. خب این باشه در ما و خب یه چارچوب هم حتما داره که حالا چارچوبش هم با خودش مدل سازی میکنیم. برای اینکه خب چارچوبش هم در نظر بگیریم، یه 5 سانت یا یه 7 سانت دورش در نظر میگیریم. اگر بخوایم اضافه کنیم، مثلا اینو بگیریم 1.5 متر که اون فریم هم در نظر داشته باشیم، اینم همینطور بکنیمش 2.35. خب convert to a table poly و شروع میکنیم به مدل سازیش. اینجا ما یه سطح فلت داریم، حتما حواستون باشه که باکستون حالا وجه‌های دیگه‌ای نداشته باشه. من میخوام اولا اینو به دو قسمت مساوی تقسیم بکنم، با درک کردن این اچ ها رو انتخاب میکنم، یه کانکت برقرار میکنم و این کانکت اتفاق میفته. با ابزار چمفر اونو تبدیلش میکنم به دو کانکت و بدون سگمنت. میگم که خب یونیت تعریف نکردیم، بذارید ما یونیت تعریف بکنیم اول. کاستومایز یونیت ستاپ متریک و سانتی متر. خب دوباره کارم رو شروع، یه ریسیت میکنم، حالا کارمون به متر شد. یه باکس هش سانت در 105 235. خب کلیک راست، کانورت تو ای تیبل پولی، اج های این قسمت رو انتخاب بکنم، F4 هم بزنم تا بتونم خطوط رو ببینم و یک در واقع خط رو میبینم. برای اینکه قاطی نکنیم، من این خطوط رو پاک، در واقع این یه خطی میبینید دور این میاد، یه خطی به غیر از توپولوژی، اینو من حذف بکنم. برای اینکه این رو حذف بکنید، میتونید بیاید اینجا توی کانفیگور ویوپورت و توی قسمت از میخوام از قسمت preview preferences selection bracket رو حذف میکنم تا بتونیم بهتر ببینیم. خب این رو من یه کانکت برقرار میکنم بینش که به این شکل در بیاد، به وسیله وقتی که این انتخابه کاری نمیکنم، به وسیله چمفر مثلا میگم که 2 سانت یا 2 سانت یا 3 سانت بدون هیچ خطی وسطش، بدون هیچ سگمنتی این در واقع اتفاق بیفته. حالا میام میگم که این قسمت و این قسمت و این قسمت اکسترود اتفاق بیفته براشون توی لوکال نورمال
منفی نه مثبت به این شکل. یه درز که برای یه داستانه هر در پستش که به هم دیگه چفت میشه. خب من حالا اج رو انتخاب میکنم. خب خدا شکر اج لبه ها هم انتخاب هست. اگر انتخاب نبود با یه دبل کلیک لوپش انتخاب میشه. کنترل نگه میدارم این از میخوام کنترل نگه میدارم این لوپ هم انتخاب میکنم به این شکل و دوباره چنفر میکنم تو این دفعه خیلی کمتر. میتونه حالا این دفعه سگمنت هم داشته باشه. اگر این اتفاق افتاد برای کارتون بدونید که یه جای کارتون داره اتفاق خوبی نمیفته. در این حد کافیه. خب بدون سگمنت این کار رو انجام میدم تا وجهامون خراب نشن. خیلی حواس جمع این کار رو انجام میدم. حالا این قسمت این قسمت این قسمت و این قسمت رو انتخاب میکنیم. یک باید قبلا این کار رو میکردیم دیگه رو نکردیم دیگه. این قسمت رو انتخاب میکنم. خواستم توی همین قاب رو در بیارم. الان که رسیدیم به اینجا دیگه مجبوریم جدا این کار رو انجام بدیم. اکسترود رو میزنم و به سمت بیرون 5 سانت مثلا به عنوان مثال یا مثلا 7 سانت فریم در رو در نظر میگیرم. برای اینجا که بازه هنوز چون فریم هستش باید بسته باشه. میتونیم از بریج استفاده بکنیم. این قسمت و این قسمت رو میگیریم و بریج میکنیم به هم دیگه به این شکل. خب حالا این قسمت ها رو انتخاب میکنم. فقط جلوی در حال این کنم میتونیم حالا عقبه دارم این اتفاق بیفته. خب اکسترود میکنم به سمت بیرون. من این لبه ها رو انتخاب میکنم یه مقدار اسکیلش میکنم به این شکل در بیاد. اینم همینطور که یه فرم این شکلی داشته باشه. خب قاعدتا دوست داریم که اون دستگیری این طرف مصمم باشه. تاپو میزنم پولیگان هاشو انتخاب میکنم. حالت معمول مستطیل شکل و رکتنگل رو انتخاب کنم. این رو کپی میکنم یا چون این شکلی نمیشه کپی شه میام از کل این یک کپی میگیرم. حالت کپی معمولی کنترل آی رو میزنم بقیهش رو پاک میکنم. این بشه خودش یه آبجکت. پیوت پوینت اون رو توی مرکزش قرار میدم و جابجایی رو صورت میدم. فقط این که باید
این سمتی بشه، میرر باید بشه به این شکل. F4 رو میزنم تا بتونم این، خب درزی نباشه توی کارمون. این میشه داستان درمون، که اگه بخوایم این اسموسین گروپش هم درست بکنیم کافیه که اولا میتونیم از یوزنربز استفاده بکنیم برای دستگیره، و اگرم نخواستیم اسموسین گروپش رو توی قسمت پولیگان همه رو میذاریم مثلا شماره 1 تا دیگه اون حالت اسموسش برقرار باشه. اینم هم اینطور، اینم میتونیم الان دیتچ میتونم بکنم، اصلا دیتچ هم شاید نیاز نباشه، فقط عدد 1 رو به همشون نسبت میدم تا ببینیم که اون حالت دندونه از توی اینا از بین رفته. اگه خواستیم نمرز بدیم، چون به کل در نمیشه داد نمرز، ببین اگه من به کل این نمرز بدم خب این شکلی میشه، میتونیم حالا دیتچش هم بکنیم اگر بخوایم نرمز بدیم. من میخوام اینو انتخاب میکنم، اینم همینطور، چون بای انگل روشنه خیلی راحت تر میتونم طبق زاویه انتخاب بکنم، دیتچ میکنم و جدا میشه دستگیره. دو تا دستگیره رو انتخاب، البته باید جدا جدا یوزنربز رو میزنم، اینم همینطور، ایتریشنش رو بیشتر میکنم، اینم همینطور درست تلفظ میکنم دیگه، آره iterations، و که نرمی که مد نظرمون هست رو داشته باشه. خب این میشه از درب ورودی ما، که خب خیلی دیتیل تر از اون چیزی داشتیم که تو پروژه داشتیم، خیلی دقیق تر اتفاق افتاد. حالا بریم سراغ یک المان دیگه توی کارمون، این رو سیوش بکنم، بریم توی پروژه همون داخلیمون و یک جزء دیگر رو بخوایم مدل سازی بکنیم توی این جلسه، تا